با سلام و درود به بینندگان عزیز گیلاس امروز میخوایم از دنیای فوتبال بگیم و خداحافظی قریبانه ی ووریای قفوری بدون هیچ مراسم و تشریفاتی و مقایسهش کنیم با خداحافظی جراد پیکه شوهر سابق شکیرا پس با من همراه باشین پوریا غفوری بازیکن 35 ساله فوتبال کشورمون که در تیم‌های مختلفی از جمله استقلال تهران بازی کرده بود برای مردم ایران فقط یه اسطوره فوتبال نیست بلکه بارها و بارها با شجاعت حرف دل مردم ایران رو زد و پای حرفش هم ایستاد اون که کاپیتان تیم استقلال و اسطوره هواداران این تیم بود در موارد مختلفی مانند خودسوزی سهر خدایاری اعدام نوید افکاری سرنگونی هواپیمای اوکراینی، ها، قتل محسا امینی و غیره اعتراض خودش به حکومت استبدادی رو ابراز کرد تا در نهایت بازداشت و از ادامه فعالیتش در تیم استقلال ممانعت شد. حتی وقتی به فولاد خوزستان پیوست باز هم براش سنگ اندازی کردن تا بالاخره تصمیم گرفت با دنیای فوتبال خدافزی کنه. هرچند که عمر زندگی حرفه‌ای فوتبالیستا در همه جای دنیا کوتاهه و سن 35 سال به بالا خیلی از ستارگان دنیا تصمیم می‌گیرن که در اوج خدافزی کنن اما خدافزی کردن از این حرفه هم اصولی داره و با مراسمی با احترام بازیکن از هواداران تیمش خدافزی میکنه وریا غفوری هم طبق سنت مرسوم فوتبالی از قبل اعلام کرده بود که میخواد در دربی روز چهارشنبه استقلال و پرسپولیس از فوتبال کنه اما نه تنها براش مراسم خدافزی برگزار نشد بلکه رژیم سرکوبگر از حضور او در ورزشگاه ترسید و از ورودش ممانعت شد حتی صدا و سیما بارها صدای تماشاگران در تشویق وریا غفوری رو قطع کرد این بیمهری ها چنان ناراحت کننده بود که همسر ووریا قفوری در اینستاگرامش متنی بسیار احساسی نوشت اما حکومت حتی یه پست اینستاگرام رو هم طاقت نیاورد و او رو مجبور به پاک کردن پستش کردن چند ماه پیش جراد پیکه استوره فوتبال بارسلونا اسپانیا هم به دلیل اختلاف با سیاست های جدید تیمش یک دفعه تصمیم به خدافزی از دنیای فوتبال گرفت و هوادارانش رو در شوک فرو برد او در پست اینستاگرامی اعلام کرد که قرار در پایان بازی با آلمریا از بارسلونا و کلا از دنیای فوتبال خدافزی کنه اما باشگاه با وجود اینکه با پیکه به اختلاف خورده بود مراسم باشکوهی برای اون برگزار کرد و پیکه در اوج و با احترام خدا کرد متاسفانه در ایران حکومت خودکامه حتی یک مراسم خدافزی رو هم از یا غفوری دریق کرد اما او تا اول در قلب مردم ایران جا داره و قهرمان ملی محسوب میشه